نشست. همه سکنه مکه با هر کیش آهین و بسط به رایتان می باشند. نشان خیامت بر دستان این مردان می خورد تا عبرتی باشد برای دیگران. زرن مروفت امرگاه تونی سمت لسان این از گذشته دخت مانده. کمک به حالی شب پیمان شکنیست و جزایی جز این ندارد. این پیمان بوی برادر کشی میدهد. این خیانت توست به خاندانت. او در پناه من است ابو لهب. اگر شمشیری از نیام بیرون آید جوابش شمشیر خواهد بود. این عموزاده من حمزه است که روی پوشیده از شهر میگذرد و درستی میکنم. از غبار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. مرا دشمن خود بخوان، بگو آنچه داری. گوش شنوا و چشم بینایی نمیبینم. چشم و گوش مکه، منم حمزه. حرفت رو بزن. من خیلی منی هاشه میخوام. خیر تو شر تو ابو سفیان. کجی راه نرو حمزه. من اگر پای عهدنامه تبعید محمد و پیروانش را مهر نهادم، بیم داشتم مبادا محمد با این کار خدایان خون این شهر را به جوش آورد. بازش کنید. مکه خیانتکاران را در خود جای نمیدهد. آن که پناهش داده ای دیگر نمیتواند اینجا بماند. بمایید فردا پیش از غروب آفتاب این شهر را ترک میکنی. در طول 7 سالی که از دعوت پیامبر میگذرد مشرکان تنها و آزار و شکنجه راضی نشدند و در پیان بودند که پیامبر را به قتل برسانند. این چون این است که محمد و یارانش از مکه بیرون آمدند و به شعب ابی طالب میان 2 کوه نزدیک مکه پناه آوردند. مشرکان نیز راه ورودی شعب را بستند تا بر اساس پیمان نامه‌ای که امضا کرده بودند مانع ورود غذا و کالا و رفت آمده اهالی مکه شوند. این 3 سال است که ما مسلمانان در این دره خوش و با نهایت رنج و تنگ دستی و گرسنگی کودکان به سر میبریم. پیامبر فرمود نوزاد دختر دریست گشوده از درهای بهشت بر روی شما. قدمش مبارک. او نام مادر خود را بر روی دختر شما گذاشت، آمنه. آمنه. پنج خرما را به تبرک داد و فرمود شیر مادر را زیاد میکند. شکر. تا کجا رفتین؟ 5 روز راه بیاسد. دریغ از 1 دانه جو، دریغ از 1 قبیله بیابانگرد که سکه ما بردارد. خبر تحریم تا دورترین قبایل رسیده. نترس، این آوازه دین خداوند است که پیکایشان ناخواسته به همه جا رساندند. پیامبر در گوش نوزاد زمزمه‌ای کرد، دلم روشن شد، گشایشی در راه است. سران مکه باور نمی کردند که محمد و یارانش چنین صبر و تحملی را از خود نشان دهند. استقامت مسلمانان باعث شد تا نشانه هایی از تفرقه در میان سران مکه به چشم بخورد.
ابو طالب، سران ده قبیله در دار و ندوه گرده هم آمدند به انتظارتان. مراقب خانه پیامبر باشید. علی جان، کار تقسیم تمام شد. پیامبر تنها نماند، در کنارش بمان. بروی چشم بده. چه جای مخالفت است وقتی همه خواهان فسخ تحریمند؟ من بیشتر از همه دلتنگم برای خیشانم در بنی هاشم. مکه به استقبال محمد می رود اگر خواست بزرگان این است. چشم بر خدای دیدنی می بندیم و دل می سپاریم به خدای نادیده. تو بگو آس، حاضری سفرت را با غلامانت تقسیم کنی؟ تو شام، حاضری زنت به پشتگرمی خدای محمد حرف روی حرف تو بزنن؟ تو میخواهی دکان عیش و نوش کاروانیان را تعطیل کنی؟ پس تو هم پدرانت را انکار کن. همه خدایان زائران را بشکنید و بنشینید به انتظار تا کی کاروانی از این سو بیاید. اگر سود بزرگان در این است، پس را من همراه شما نباشم. بزرگ قریش، مکه روز می شمارد تا تو را دوباره در جمع خود ببیند. بزرگان هنوز صدر مجلس را به نام تو می شناسند. خوش آمدی ابو طالب. وقت تنگ است و گفتنی بسیار. من صدای جمع می شوم تا با تو خلاصه کنم. مکه روز به روز بزرگتر می شود و نام‌آورانش کوچکتر. تا همین چند سال پیش این شهر بازرگان بزرگی چون خدیجه داشت. می دانی محمد امروز می توانست در چه جایگاهی باشد؟ نه بالاتر از آن چه هست، برگزیده خداوند. ابو طالب، زمان حج امسال خیلی بیشتر شده. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی دارم که فقط با تو می شود گفت. دل من به دعوت محمد روشن شده، اما می خواهم بدانم او چه بهایی می پردازد تا ابو سفیان به آیینش در آید. ایمان مال و تجاره نیست ابو سفیان. او برگزیده خدا باشد، من هم مریدش، با هم هم پیمان می شویم. چه عطری خوشبوتر از دست های بیعت کننده؟ می شود دل را از ایمانش سرشار کرد، اما جهان این مردمان را نیاشفت. ابو طالب، آیا این مردم خدا ندارند؟ مناسک نمی دانند؟ نگو نه. کافیست محمد خدایش را در دلش نگه دارد و در رونق و عزت شهر زعیم بشود. و تو هم همینطور ابو طالب، با نامت میتوانی همچون گذشته کاروان بزرگ شهر را رونق بدهی. خودت خوب میدانی نشان دادن ثروت مکه بیهوده است.
نقاب از آن قصه دیگری که پنهان کرده ای بردار ابن هر. قصه دیگر؟ با من بیا. طاقت این قوم به سر آمده، همه یک رأی و یک پیمان. سپیده که زد از دست من هم کاری ساخته نیست. جنگ قبایل، آنها که خود را به حراکت می افکنند خون بها ندارند. هرگز نه بر خونی پا گذاشتم نه خونی بر دامنم نشسته، مگر اینکه دیگران نشانده باشند. ابوطالب، اگر محمد دست از ادعایش نمی کشد، بنی هاشم دست از حمایت او بردارد، آنگاه شمشیری در میان نخواهد بود. و تیغ بر گلوی مرد بی حمایتی بنشیند که پیامبر خداست. وقتی آسیاب جنگ به چرخش در می آید، بنی هاشم دانیست میان سنگ زیرین و زبره. مهلت تا آفتاب فرداست. لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگار تو با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنان را در مسیر تباهی قرار نداد؟ خداوند گروه گروه پرندگانی را فرستاد تا با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرار دادند و سرانجام ایشان را چون برگ خورده شده متلاشی ساخت.
در اوج هیاهو حضورت آرامم میکنه. اولین بار که در وجودم حست کردم گرمای بودنت تسکین غم بیخبری از پدرت بود در آن سفر بی بازگشت. امنه کجاست؟ راضی نشد بیاید. چه کنی؟ سنگلاخ کوه برای زن آبستن هم تر است. امانت های برادرم تنهایش نگذار. برو برو ابو طالب. ابو طالب ابو طالب بیا. ابو طالب بیا. تو در شهر چه میکنی؟ این زخم برای چیست؟ سپاه فیل سوار همه شترهای پدر رو گرفتن. بزرگان طائف هم زاری کردند و امان خواستن. یعنی انقدر نزدیکن؟ در مقمس اردو زدن. من بودم و بودن شاهد. آنها را اسیر کردند. پدر کجاست؟ برمیگردم. پدر ایستادگی امکان ندارد. چندان مرد جنگی نمانده است. از همه قبایل به تعداد انگشتان دو دست. بودایید هم خبر از گله شتران تان آورده. سپاه ابرهه همه آنها را به غنیمت گرفته. از آمنه بگو. خسته ماندن دارد. او را به فاطمه سپردم. به همه کسانی که کعبه پناهشان است و میمانند رسیدگی کنید. به آنها که میگریزند نیز یاری رسان. کسی را هم پیدا کن زبان حبشی بداند. من عبدالمطلب هستم، بزرگ مکه. عبدالمطلب نه، یه مکه تعلق. نو تعلق نه من زمان بی کابا کل فی اجنه سی رجیمن قدیم کابا شما بزرگ مکهی با کلیب دور کعبه. من در راه دروزم بزرگان هر شهر به پای بوسی من آمدند. برکی کاهش کردن نیک بی جاوردن و برکی نه. برکی را کشتم و شکستم به خدایشان. برکی نهادم و بخشیدم به خدایشان. اما کعبه مقصدی است که از آغاز داشتم برای شکستن. آمده هم بشنوم بزرگ مکه و کلید دور کعبه چه کاهش آورده است. اکنون کاهش میپذیرم در میدان جنگ نه. این خواهش من است. یه یعنی فی لاغوت نه. سپاهیان سردار 90 شتر مرا به غنیمت گرفتند. یانته اتا دروج زتنا گمالو چن وسدو بینن. جنگ نکرده غنیمت ندارد. اورن سای درگ به مرکونینت ایازم. پس بگویید شتران مرا
باز پس دهند با شتربانان. سلزی گمالوچین اسمال سلی یه گمال تباکیوچینم. یال تورنت؟ یال فیلمیه؟ جنگ نکرده، فتح نکرده؟ ات ام تیگر ماله. از چشمم افتادی بزرگ مکه. انت مکه تلک کوهش تو از سردار فیلسوان نجات شتارانت بود نه شفاعت شهر و کانه خدایت. خدای مرا چه حاجت به شفاعت من؟ یعنی گیتا که نیمه نرده تای فلگن. من فقط مالک شتران هستم. یعنی بله بیتنت به گمالوچه بچه لینو. شهر و خانه خود صاحبی دارند. کتما اون نبی تو بله بیتن لینو. اینه ابراهن یشم لیچ یمن استرادر به هبش نگوست احساس بچینی آیا من ابراهی حکمران یمن به امر پادشاه هم در حبشه عبادتگاهی سوکتم درخشان چون کرشید و طلای دیواری از معبدم می شود تمام مکه را به مردمانش کرد. تو پاسخ بده کلید دور کعبه هست. چرا رونق بازار و دین و آوازه کعبه همراه با درجه هم نگردد؟ راز این کعبه چیست؟ من راز نمیدانم. اینه مسترون علاوکم. اما از کعبه میدانم همه سنگ است نه جواهر. ولو کعبه کدینگه اینو تسرع عیده لم که اینکو. هیچ حکمرانی به فرمان هیچ پادشاهی نساخته. افتو چاین الت کوهن بکه ولو چه هم لطورنت تزگه جو کیملو چون مل سلت. میگویند اتراک تمام برای حمله آمده شوند. شتورانش را پس دهید و شتربانانش را. آشن نفل مایت کمه تا اسکتوات گیزه بیچای کرنیا. از سپاه من دور شو. این شتوران نزد تو تا صبح امانت هست.
اراده خداوند بران بود تا فیلها به حریم مکه وارد نشده و به کعبه نزدیک نشدند. Ich schaue ihn.
از بنه اسرائیل یفنیم تو و یومارا دورن یسینن با به زرخ زهیر نمو حفی ها بخر برن به اتخ میری ودت بودش میلین و اشتت لبو افخوم آمیم کل کدوشم بیا دیخا بخم تو بودرک بیخا ایسا میدم بودیخا تو من سیوانا رو بوشه مراشد که خیلی چون یوری نشد یاد بودیم خیلی و بعد آمی نداشتیم همه را غذا دهید.
کسی گرسنه از این سفره نرود. خوش آمدی برادر. دوستان ولیمه خیشان و بزرگان. هنوز پدر را نشناختی؟ بشناسم که بنشینم سر تهمانده سفره ریزه خارا. از هر عزتی میگذرم خودم را خار نمی کنم. تو دید آمدی کودکش گرسنه است. بانویم مهلت نمیداد بیایم. خیلی گرسنه است. سفره پدرت را دیدم که از مکه بیرون میزد. شادیانه است برای نوش. تو خوش نداری؟ عزتی است که میخرد برای نوزاد بی پدر و مادری که شیر ندارد. اون وقت کنیز من را برای شیر دادن به آن کودک میبرند. به تو گفتم از این ولیمه چشم بپوش. من به ولیمه نرفتم. رفتی و برگشتی با خفت. گفتی عزت خریده نیست. رفتم که از حراجش جا نمونم. چه شکل بود؟ شبیه عبدالله؟ ندیدمش. نگفتن شباهت به کی برده از این خاندان؟ هیچ کس را ندیدم. این هم سهم تو از حراج. عزتش سهم یتیم عبدالله شده. 8 عموی دیگرش. تو هم فرزند بیار تا سهم بگیری. از تو فقط آب سنم به بغض. امین، درد تو منم یا نه؟ درد تو این است که عبدالله نگاهت نکرد و قرعه به نام دل بی صاحب من خورد. درد من این است که چون وجه هاشتی شدم میان بنی هاشم و بنی امیه، از 10 پسر عبدالمطلب سهم من نه خوب روی خاندانش بود نه شجاعت. وجه هاشتی که تو باشی دنیا هاشتی بنی هاشم و بنی امیه نمی بیند. نفرین به تو. همه را وارسی کنید مرزینه داشته باشن. سر تا پا یک زخم جرب دیدید کل معامل سوخته. با سخاندار و کاری سوا کنید. ببینید این از کجاست، کار بلد است یا نه؟ نه، یکی فروشی نیست. مکه اتفاقی افتاده؟ روزی است از روزهای ربیع الاول. بر میگرد. کجا؟ سفارش من. انهلو رعین الراج ایش بشمعی ایم لو دبر الوحیم ایم موشه ملوحیش افوها ایش هزوت و افوها روت اغیل انهلو لو یخلیم لراوت هار سینا شباب منو موشه بلو فران هلوهیم و هموشیا نعلمیم ملتانو ایم لو ایه فران هی ایرتس شگر بابران و ابنه اسرائیل هگرو الیه کدیش هموشیه یوفیه بنه هم به ازده شهویم بلیشم سفک شنولا زخار بنها نشیم هایلی فإن شما مفتعد ماز حيلات هبراء يرداع القوفة هنوشي فهي بنين واخشاف از عتم يودين دبار ولو سيمو كلوم كدي لبعد اوتو انو اسفخيم لدعد ليمي مع يودين نولد بن ارهودين بمكة معاتين شمويل لو نکفا موعد لهو فعات هموش یا هموفتا نحکات شنر ای پرشان و تخامی و دول خیبر ام هیا بنینو انو اصرخیم لشمو اکریاتو بگی گوا انی هلخ لخیبر اره کما یمیم ولفنه خن انی صریخ لفدوک مصاب هیالدیم هنولدیم بمکتا.
قصاب. قصاب ללא, אבל אולי בשבילה. אז שנלך. תשועתנו לא פה. دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟ در این نام نده بر روک خدایان هست و نه یاد کرد به پدران؟ در این نام یاد یک خدایان نیست؟ در هیچ قبیله چنین نامی این سرام نداری؟ نام هیچ پسری محمد نبوده؟ نامش ستوده است، ستایش بر او. نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد محمد Thank you.
جمیله کنیزش را خواسته. صبحیبه تازه آمده. صبحیبه! شیر خوردن نوزاد طولی نمی کشد. کار و زندگی بانوی خودش را رها کرد آمده پی شیر دادن بچه؟ این بچه پسر برادر توست. و جمیله هم زنم. امان بده، مادرش کم شیر است. روز چندم است و این بازی. صبحیبه کجاست که نمیشه نبد؟ صبحیبه! آمنه، جمیله راضی نیست که نیزش بچه را شیر دهد. هنوز گرسنه است. نمیخواهم حرفی از نارضایتی در این خانه باشد. دیوانه مرد میخوایی؟ بمان. آب میخوام. در راه مانده ای متشنه. دو منزل جلوتر چه هست؟ حیوان بارکشم تلف شده. آفتاب توان رفتن را از ما برد. وقت ما تنگ دست. بمانید، فقط جرعه ای تا خود را به چاه برسانید. جرعه ای بس. ما را میتوانید در آن سوی ببینید. جلو بیو. بیا. می‌روی مکه؟ می‌رویم تا شیر این بچه را با کودکی قسمت کن، عوض نان چند سر آینه. دیر آمدی، نامگذاری گذشت، به بازار دایانه می‌رسی. بگیر. در این بیابان باید به فکر مشک بیشتری می‌بودی. بزرگواری کردی مرد. خلوت کن، حرف دارم. زبان ما نمیفهمد. تو زبان ما میفهمی؟ جان به تن برادر زادت نیست از گرسنگی، و تا دایه پیدا کنیم تلف میشود. کنیز تو شیر دارد و دریغ میکنی. بهایش را بگیر یا قیمت بگذار و کنیز را بفروش. کنیز را هدیه کردم به زنم. هدیه را نه پس میدهند نه میفروشند. زنت. پدر، جمیل عروس توست. از او بد نگو که حالا دیگر پاره دامن خود توست. از پاره دامن نه، که از پاره تنم گله میکنم. بنی امیه با دادن این زن به تو، تو را از بنی هاشم خرید. یا نه، خودت خاندانت را به ایشان فروختی. اگر نمیخواستی این وصلت سر نمیگرفت. چرا؟ از بنی امیه بوی قدرت شنیدی؟ از خاندان خودم چی گیرم اومده؟ قابیل نداشت این بخل و کینه که تو به برادرانت داری. ابولهب، چاقی مراقی نیمتاو ادرای منه و زور زراو ادرای
החכם הגדול מכיר את הסימנים טוב. ומצבך המביך והדיעה שהבאתך לבית הכנסת על האורות של פרם. הסימנים האלה אומרים שעל השער הגאולה, אז אנחנו נראה את האמת בקרוב. אני מודאג. אתה מודאג? יש עדויות על ההיבלדות, אבל אין סימנים על זכות ומשיח. אומר שהיהודים שעיים במכה מעטים. לא נולד שום זכר בין המשפעות היהודיות בזמן שנרנו האורות. כל עוד יש המתנה אז תהיינה אשמעות על הישוע. אנחנו לא צריכים להכות לנוסי אחר שפלר בין היהודים. אז מה משמעות המתנת היהודים? 200 שנה מגיל לגיל אם המושיע יהיה מהערבים. אין שום תנאים להופעת המושיע אצל אלוהים. אם לא יהיה מאיתנו. מי שבא עובד מחדך, הוא יהיה המושיע, אלא הוא יהיה הנשארת שלך. אבתנו שנשאל את אלוהים שיופיע. מצעד יש לי ספק, ומצע שני יש לי אמונים. האם לא זה דינו של פרעה, כפי שאומרים נאמה משה? אנו צריכים להכיר אותו, זה דין התורה. כי ילד יולד לנו, ונתן לנו ותהי עמי ישראל שייכמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביית שר שלום. למרבה חמי ישראל ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם כנעד יחווה תסבאות תעשה זאת. ואם לא יהיה מאנשינו, איך יכול להיות שיש נביא לו מאיתנו והיה קיים על האמת? האם אתה חושד בפרט היהודים? לך למכה ותעסוק במסר קבוע, וכפי שאישרת וחיית מאמין בבחירות האורות בפרן. תחפש על ילד יש לו סימן השלטון על הכתפיו. הסימן שהיו שאר הנביאים נושאים על כפות ידיהם. הערבים לא מאמינים בהמתנה למושיע. ואמצע הנשמה הגדולה ההיא, כפי שהסימנים אומרים. הילד הוא כמו האוצר שיגל אותנו מסלנו. תמצא אותו. من با آن سامی هم کسی من رو به دایگی نپذیرم. از پشم گوسفند هایی که آوردیم فقط همین در آمد. چه باید بکنم؟ نمیدونم. این جمیل که جان برگشت ندارد. راضی باش میبرمش بازار، بلکه دست مایه یزش در بیارد. بابتش دکی نمیدهند، فقط دخترمان آزرده میشود.
چاره‌ای ندارم حلیمه. بیا. بانوی من سخت پسند است، اما هر کدام را انتخاب کند مزد خوب میدهد. هر دو بیایید. بی خود دور شهر نگردانش، همه یک پر گوشت هم آف میشود. بدنش هم زخم دارد. به قیمت گوشتش بدهی مشتری. اجرت زب هم نمیگیرم. پوستش هم مال خودت. کاری کن بانویت مرا قبول کنم، بچه هایم بی کسند و به نان محتاج. با ما هم سفره نمی شوی؟ به دلم افتاده بود مهمان می رسد. نگران نباش، اهل خانه می آیند تیمارش می کنند. خوش آمدی. بیا تو. خوش آمدی. بفرمایید. بچه رو آنجا بگذار کمی استراحت کن.
برو. شیر ندارم. در این چند روز هر دایه‌ای آمد سینه‌اش را نگرفت. شوق مادرانه است برای شیری که او پذیرفت. تو چرا گریه میکنی؟ این سینم خشکیده اما تا به دم گرفت همه شیر شد. نامت چی؟ حلیمه سعدیه. اصلی لامر شزه زعب نکی یه یه لیمیشی مدسه تاییله یهله دیه دو ببرخطو بایی و یش لو سیمان حیل کتف شیلو بایر حیف شاه زود فتحت حشامش حزور فتسود هاو مهود سامو جلدی هنت سل همینی کود بباتی حیر او بمدبار تابسو بایر او بباتی حیل لخ 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 او دمار دمار میدانم آسان نیست دل کندن از محمد. هنوز دلت میکنم نمیشد جای بردن محمد دایه بماند. دایه شوهر دارد و فرزند چگونه بماند؟ کاش اجازه دهید من همراهشان بروم. هم صلاح تو و هم صلاح محمد در این است که او تنها برود. نگران چه هستی؟ این وقت ما بوده. من این خاندان را میشناسم. من هم هر فرصتی را برای دیدارش مهیا میکنم.
ماهگی محمد آغاز یک سفر بود و چه شگفت انگیز برای همه ما، اما غمبار و طاقت فرسا برای آمنه. باز کنید برای دوری شیاطین و ارواح بد از کودکانتان. باز کنید. خسته راهی؟ بردارم راه سختی نمسته زاده محمد بارشو دو هم زمین بزن. چشاتون رو باز نکنید.
بسوزان، تمامی غلاف سالهای گذشته را به آتش بسپار. اجازه ندهید حیوانات به جاهای اصلی شهر نزدیک شود. برای آنها از شاهای خارج از شهر آب بیاورید. تمامی تاجران شهر انبارهای پارچه خود را بگشایند و آنها را میان مردم به قسط تقسیم کنید. حال برای گندم به سمت کار خود، اگر مریضی دیدید از مردم جدا کنید. ببین میتوانی چند شطور رو اسب برای من مهیا کنی؟ گندم و پارچه آوردم، ناقابل است. خوراک و پوشاک در این روزگار از زر ناب کارآتر است. و چگونه به جبران آن برایم؟ جبرانی در کار نیست. وقتی شما آن چه دارید میان خود و یهودیان به تساوی تقسیم میکنید، تنها عدالت کلیدداری کعبه ابراهیم است که مرا به این کار واداشته. فرقی بین ما نیست. اینان ساکنین این دیار و برادران ما هستند. حق همجواری سرنوشت ما را به یکدیگر پیوند داده. این هدیه به پاس نیت توست. برای کودکان این شهر، کودکی که در شب ستاره باران فاران به دنیا آمد و گمانم تو نامش میدانی. چیزی نمیدانم. ارزش کالایت را بگو و سکه‌اش را بگیر. تو می‌دانی. مشغول شوید. محمد باید فردا به سعدیه برگردد. او تنها نمی رود. تمام کودکان باید مکه را ترک کنند. مشغول شوید. میدانی چقدر محمد را دوست دارم؟ همه عمرم به فراق گذشت. فراق میان مرد دیروزم عبدالله و مرد فردای محمد. حالا که مادران همه همراه کودکان خود میروند، بگذارید من هم همراه محمد باشم. دوست داشتن طاقت رنج میخواد. چون دوستش داری بگذار ناشناس بماند. این کودک برای همه برکت آورد، ولی سهم خودش کن. غیر دوری و رنج رمزی از عشق. بیش از کسی بیش از من تو را دوست دارم. Thank you.
دور شو آن که لباس سفید بر تن دارد. چه میخواهی؟ در راه مانده ایم، نان و آبی اگر باشد. شایما، برایشان کمی آب بیاور. از آن بچه چه میخواهی؟ شفا، چادرهای من همین نزدیکی است. آبتان رو بخورید و بروید. همسرم بیمار است، دمی بیاید و شفایش دهد. گفتم بروید. هرچقدر پول بخواهید بهتان میدهیم، فقط شفا. روزگارتان را سیاه میکنم اگر کلامی بیش بگویید. بروید. زود پدر اصف خبر کن. محمد را به مکه میبرم، او را آماده کن، پیش از سلو میرویم. محمد من، توشه ای راهتان است، بده به دست پدرم.
حواسم باشد. هیچگاه خود را از او دور نکردیم. حلیمه هیچ زنی را به خانه راه نمیداد. کسی نباید از آمدنش با خبر شد. بگو توشه مهیا کنند. من او را با خود به جای امنی خواهم برد. آمنه، بعد از رفتن من او را خبر کن. از حارس پذیرایی کن، زود برمیگردم. محمد من، به غار حرا خوش آمدی. با تنهایی عظیمش، با پاکیش و سکوتش. چه بوی خوبی دارد هوای اینجا. در راه تند آمدی، نگران بودم که تو را گم کرده باشم، اما انگار راه اینجا را بهتر میشناختی. دلتنگ مادر هستم، کی میآید؟ اینجا آمده ای منتظر او باشیم برای یک سفر. سفر؟ سفری برای دیدار اقوام. فرزندی که سالها از هم دور بودند
در سفری که به دیدار اقوام به یثرب می روند فرصت ظهور و تجلی می یابد. های شکفاری ها افی هرد لمکه بلی الالحسوس های ما تامکیر تخشم شلو محمد چشم خوش بیده است چشم خوش شده است اطراف میکنیم گیره آب را بگذارید گیره حیوانات آب از آن بوتا میخواهند؟ در این سرزمین خشک خداوند به فرزند ابراهیم آب را هدیه داد. به او فرمان داد تا کعبه را از سنگ بنا کند و آیین یکتاپرستی به جای بیاورد. مردم این دیار به جای پرستیدن خداوند یکتا فقط کعبه را دیدند. سنگ‌های آن را با خود بردند تا هر طور میخواهند بپرستند. این چنین خدای ابراهیم و آیین او را فراموش کردند. و آن آب از جوشیدن ایستاد. روشنای چشم من آمنه هزاران شو که پس از سالها دوری دیدارت نصیبم شد دوری و دلتنگی بهانه بود برای دیدارتم چشمان تو یادآور عبدالله است محمد جان خوش آمدی آمنه قدمتان مبارک خوش آمدی برید داخل بچه ها محمد مهمان شماست مراقبش باشید
اینجا پدرت خفته. بچه که بودم آرزو می کردم دستم به آسمان برسد و نمی رسی. از میان میوه ها میوه بلندترین شاخه درخت را می خواستم، آن که به آسمان نزدیک تر است، درست مثل آن سیب. اولین بار که پدرت را دیدم نوبرانه بلندترین شاخه درختی بود که دستی به او نمی رسید. مردی بود زیبا، با وقار و پاک دامن که آفتابی بر چهره داشت. خدا نظر آمنه را پذیرفت و عبدالله را نصیبش کرد. هرچند عمر این وصال فقط دو ماه بود. مثل خوابی شیرین ها. مادر، برایت زیبا آوردم. سالکن، چشمات را بیشتر باز کن دخترم.
سختی راه برای حالتون خوب نیست؟ حالم بهتر است، توان راه را دارم. باید امانت عبدالله را برسم. بیش از این اصرار نمی کنم، برایتان دعا می کنم. محمد من، اینجا را خانه دوم خود بدان. دلم برای این شهر تنگ می شود. دل ما هم برای تو تنگ می شود. سفرتان بی خطر. حرکت کنید، حرکت کنید، حرکت کنید. باید از حال محمد آمنه با خبر شدم. در خواب تشنه جرعه بودم، اما لبان تشنه و بدن بی جان محمد را در آب فرو بردم. تعبیرش را نمی دانم. آب؟ حقم جوابی ندارد، دلم هم بی جواب آرام نمی گیرد. تعبیرش رفتن توست، عجله کن. عبدالمطلب، چرا این همه هراسانید؟ گفتیم شاید حرامیان بازگشتن. راهزنان؟ دوز نبودن. روز قبل عده‌ای به کاروان هجوم آوردن، اما نه در پی کالایی. در پی چی؟ آشکارا به دنبال مادری و کودکی میگشتن. محمد، آمنه، آنها کجا هستن؟ در بین راه آمنه حالش بد شد، ناچار او را به روستای عبا بردیم. عبا؟ به مهاجمان چه گفتید؟ نام روستا را نبردیم، گفتیم بازگشتن به یثرب. بزرگی کردی. برویم. نگران نباش، بیا. آنچنان میبارید انگار تمامی ندارد، ولی بالاخره تمام شد. حالا ستاره ها میآیند، آنقدر پرشمار و بازیگوش که انگار بی پایان. ولی سپیده صبح که میآید، عمر آنها نیز به پایان میرسد. این دنیا یک روز تمام میشود، اما تنها چیزی که میماند محبت و دوستی است. مثل بوی خوش دست تو که از یثرب تا اینجا هنوز همراه توست. Ha ha ha!
محمد آقا محمد بیمار است. محمد چه شده؟ تاب فراغ ندارم، تاب بیمادری است. محمد تنش خیلی داغ است، تبش نمیافت. داغ تو را به خداوند یک تا می سپارم.
כאשר האנשים האלה דרשו אדמה לגור בה, ואלוהים הבדיע להם בזה. האם אמר לכם שהאדמה הזאת כולה לכם, ולא יגורו בה אנשים בלעדיכם? הגיע, אלינו הדסות ראות במכה ישמעאל. אסרו על הסוהרים הדו היה יעודים לסחור במכה. האם אתה רואה שזה משארת את היעודים? הדת שלנו לא רצה הסהר בשביל אישה. והדבר הזה מצטריך להתחסך בחוכמה עם הגוי. הצ'קות שלכם היא איש שצטריך לחבוד אותה לפני שתסטרוף את כל היעודים. צריך לחבוד את האש הזאת וכל מי שאילה באותה. מי שזורק אבן לשמיים נופל על ראשו. על דקשו עקידה בצץ שלך כל עוד אומר לבה פרקת מלמדה. ابو طالب پدر محمد مشرکان به رسم جاهلیت به گرد کعبه می‌گردند و این عبادت کهن را با آداب شرک و بت‌پرستی در هم می‌ریختند اما ما همچنان حج را که میراث ابراهیم خلیل است به آیین او به جا می آوریم.
خوش آمدید. فخر میکنم که تاجر بزرگ مکه قدم به خیمه من گذاشته. مرد صحرا و این تجمل؟ راست بگو، کجا گنج پیدا کرده؟ برد ما را در شأن مکه ندانست، به ناچار مروارید دریا را در بیابان عرضه میکنیم. نه من خریدار آن گوهرم، نه پدرم خریدار وساطت من. ما من خیبر گوهرشناسیم. شنیدم پدرت در بستر بیماری است. اصالتی داشت، امور حجاج را به پسر دیگرش سپرد. شاید موسم حج آینده من ای برای تجارت ما و مکه نباشد. می شود این سفره اولین سور پیمان ما باشد با بزرگ قریش. برای عیادت پدرم مرا همراهی کن. تنها بگذارید. برای سلامت شما میدم 10 شتر قربانی کنم. دلم برای گرمی دستان شما تنگ شد. هرچند همیشه شما از من دور بوده اید، ولی شما پدرید، پدرید و بزرگ همه. دلم نمیخواهد گرمای دستانتان از من دریغ شود. مرگ برایم آسان نیست. همه اهل خانه را خبر کن جمع شد. به دل خود بد راه ندهید، کسالتی ناچیز است. نگران محمد هم نباشید، او برای همه ما عزیز است. پدر، شیر داغ است، بخورید، بدنتان را گرم می کند. روزگاری شیر از این کودک دریغ شد. ابوطالب، این کودک یگانه محافظت، او بوی پدر نشنید و مزه‌ی شفقت مادر کامل نچشید. او را جگرگوشت بدار. اما
مانند فرزند خودم. اکنون مرگ برایم آسان است. معامله است. از تو فرع پول مرا بیاور، زنت را ببر. ارباب بد آوردم، در گله هم مریضی. من نه مریضی میشناسم نه بوز، تو را میشناسم. رفع پول من همین است، پرتش کنید بیرون. ارباب رفت کن، ارباب سفر کن. سلام بر عموی بزرگوار. قد کشیده ای؟ سوایبه را به بچه هایش ببخش. او قول داد در مدت معین دو برابر پول را پس بده. زنش را هم گروه پول گذاشت. زنش را آزاد کن، او روزی کمک تو را جبران می کند. او؟ چگونه؟ او که توان ندارد. آن زمان که برایم کار می کرد نان زن و بچه اش را می دادم. دمه کرد و پول خواست تا خودش کار کند. من توان وقت بده او را نمی دهم. فرصتی به من بدهید عمو تا قرضش را بپردازم. اگر نتوانستم برای شما کار بکنم. تو؟ چه کسی ضمانت تو را میکند؟ ابو طالب؟ مگر نه اینکه محمد امین است. ضمانتش راستگویی اوست. امروز روز بزرگی است. محمد پا به خانه گذاشته. یک بار برادرزادت چیزی از تو خواسته، بگو در میدان دست نگه دارند. چرا معطلی؟ زنش را برگردانید.
صبیر کنیز من بوده. قرار است بابت آزادی او محمد را بیشتر ببینیم. این عهدیست شایسته. پیمانت یادت نرود؟ سر پیمانم هستم. کیستی؟ دختر شماست نه؟ خیلی شبیه شماست. چشمهای قشنگی دارد مثل خودتان. کاش عمرش دراز باشد و بچه هایی بیاورد و چشمهای شما بر زمین باقی بمانند. خوش به حال شما که دختر دارید. دختر رحمت است. عبدالعزا، عبدالعزا، چه کالایی در مکه به جای مانده که در کاروانت نیست؟ تنها چیزی که مانده دین محمد است. بابت مادری که آزادش کرد. کاروان بزرگی است. از شمارشان خسته شدم. کور نیستم. محمد رو هم با خودش میبره. مهم نیست. حقش این بود پیشتر محمد رو از پدرت میخواستی نه از برادرت، تا اینجور درمانده تصمیم او نشوی. راحتم بگذار. نمیتوانی در پستوی خانه بشینی و لباس الوان بپوشی و خود را بزرگ قریش بدانی. اگر نامیست برازنده، چرا بر تن ابو طالب است؟
برو کنیسه و سراغ باروخ را بگیر. بگو این پیغامی است برای ساموئل. اینه که قلوم یا اوگیلی بوته به آن ما زیده پراخم ماریا لبریاتو دخازی لپرغانه بطلالت اونانای نمون لونه لبشیاتی مرون آتیو جورا آل ایبالتا عربتا؟ گفتند بزرگ این کاروان عرب شما هستی؟ بله بزرگ این کلیسا خواستند به شکرانه این روز باشکوه مهمانشان شدید با همه همراهانتان عمو جان دعوت ایشان رو بپذیر
این حامی نیازمندان فرزند شماست؟ محمد مانند فرزندی مهربان با ما زندگی میکند. فرزند برادرم است. برادرتان؟ این هم نشانه است. او تنهاست و چتر خداوند بر سرش. مقصودتان چیست؟ خداوند در کلامش به سرور ما بشارت داد تسلی دهنده دیگری به ما خواهد داد تا پیش ما بماند. به آن تسلی دهنده؟ او کسی است مانند فرزند انسان اما با روح راستی. او بر سرور ما شهادت خواهد داد. اشارت است بر ما روح راستی که جهان او را نمیپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید. او پیش شما میماند و در شما خواهد بود. چون آن روح حق بیاید حقیقت ناب رهبری خواهد کرد، زیرا که او از خود سخن نمیگوید و آنچه را شنیده است بر زبان میراند و خبر از آینده شما میدهد. سلام. خوش آمدی مرد جوان. سلام. برای خود گناه از ماست. این منصب برپا شده است تا بخشایش به طلبیم برای گناهکاران، حالان که گناه همان قفلت است از بیپناهان. و اما سخن شما غبار از آینه کلام پیشینیان میگیرد. مسیح فرموده است با مردم همان کنید که میخواهید ایشان با شما کنند. این هم نشانه است مرد جوان که نگاهت از این عبادتگاه و شکوهش می گذرد و ردی از انسان و رنجهایش می جوید. آنگونه که خدا می خواهد. این کلام هم همون کلام مسیح است به زبان دیگر. نخستین تعلیم ما آن است: بدانی خدای تو خدای یگانه است. خدا را کجا می یابید؟ در دلهای شکسته. بگویید خوشا و خجسته باد او که با نام خداوند می آید. در این گوشه عالم بیش از هر جای دیگری فرستادگانی از جانب خداوند آمدند. من قرائنی دیدم در این سرزمین از کینه قومی که هرگز برگزیدگان خیش را تاب نیاورده است. آنها به زبان منجی را طلب می کنند و به دل وحشت دارند. به سوتهای کوچک خو کردهاند و از برآشفتن جهانشان میهراسند، همه از سر جهل. میترسند منجی بیاید و انبیا و کتب پیشین را باطل کند. نمیدانند که او نه به ابطال که به تکمیل میآید. ظهور او پر از نشانه هاست. یکی از آن نشانه ها را بگو. یکی نشانی که میان دو کتف خود دارد. دیده ای؟ هاری؟ میدانی چیست؟ نشانه نبوت؟ گوش کنید، این راه پرخطر است. سفر را همینجا رها کنید، به شام نروید. به مکه بازگردید و از او محافظت کنید. و هر آن چه از کاروان برایتان بماند باید از زمین بصره خارج شوند تا سپاه حکومت هم نتواند آنان را حمایت کند.
گفتید تصفیه حساب قومی قبیله ایست و کسی نباید زنده بماند. پس از مال آنها چه میخواهید؟ تنها نجات گم شده ای از میان ما. سلام ارشتای مستر شنا شافدی از منها امود با انیوش افرکالت سلط آنشم شدی تدرشه الهی مامار لموش نشلا لخا نبی مخم معاهیم شلخم تشمعون لو و از ما نیست اشموال نیمود آگ گفته بودی تنها مردان عرب حامیشان هستند نه این سپاه رومیان اینان پرقدرتند و کاراز بوده این را به جایی نمیرسد فرات بیشتری اجیر کن بماند بعد از نبرد بین خودمان بماند با 3 نفر از کمانداران از جلو بروید و مردانی را برای نبرد اجیر کنید اگر کسی نیامد در تنگه کوهستان منتظر بمانید برو شماها سایه به سایه پشت سر کاروان بروید حرکت میکنیم بحیرا چه تدبیر خوبی اندیشید که ما دیرتر از کاروان اصلی دیر را ترک کنیم بیره ها در بیره ها سوارش را کجا با نهاده و گریخته هیچ اسبی سوارش را نمی گذارد و بگذارد مگر آنکه سوار خود گریخته باشد
میمانیم. شطرها را بخوابانید. مردان شما کجا هستند؟ دریا؟ نه زخمی است، طاقت سفر ندارد. آنها را کجا بیابم؟ هرچه داری میانشان تقسیم کنید. ما را همان اندازه بس است تا به قدیر برسیم. شیون زنان، شیون زنان، قربانیان دریا، قربانیان، 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 قربانیان دریا. تاجرش خشمگین نشده. دورش کنید، دورش کنید، او را بگیرید، بگیریدش، بگیریدش، او را ببندید، ببندیدش، به دریا افکنید. عباس، مراقب محمد باش. عباس، 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 عباس،
پدر جان، پیامبر شما را می‌خواند. محمد پیامبر خدا مأموریت یافته تا پیام پروردگار را به بانگی بلند به شما برساند. پیام خدا بر محمد که سلام و درود بر او باد این است: عهدنامه تحریم مسلمانان دیگر باقی نیست. همان پیمان نامه این که سران قریش بر آن مهر نهادند. پسر عبدالمطلب، پسر عبدالمطلب، پیمان نامه را او نبسته تا بخواهد رای به اتمامش بدهد. قبایل قریش بزرگانی دارند، خدایانی دارند. کجاست خدای نادیده محمد که جرأت کند در مقابل خدایان ما بایستد؟ لات و عزا و هبل برای این مردم برکت و امنیت آوردند. خدای محمد برای پیروانش چه آورده جز فقر و فلاکت و گرسنگی و مرگ؟ پسران عبدالمطلب، همین بود واگویه های مردی که از جانب خدا حرف می زند؟ پیر و جوان، زن و کودک را به میدان کشانده اید که پیمان نامه قریش را بی اعتبار کنید؟ در ملأ عام بگویید کو حجت شما؟ کو حرفی که بشنیدن بیارزد؟ و چون حجتی ندارند، پس بدان ابو طالب، پایان این پیمان نامه زمانی است که من بخواهم، که بزرگان قریش بخواهند. اگر جز این باشد، پاسخ مکه به شب جنگ است و شمشیر. با کدام پیمان نامه بیرق جنگ و ستیز برافراشته اید که راز سران خود نمیخواهید پیش از آلودن دست ها بخون پیمان نامه ای را که در خفا نوشتند بر شما آشکار کنند؟ شاید به راستی مردم را محرم خود نمیدانید. خداوند بر فرستادهش وحی کرده پیمان نامه ای بر جا نیست. موریان ها آن را نابود کردند. اگر جز این است آشکارش کنید. این عهدی است آشکار. چیز و ساهران از اهنامه یه سربسته با خبر است. عصای موسا را هم چوب ساهری دانستن، باورش نکردن، جادوگرش نامیدن، ولی او پیام آور خدا بود. جز خداوند یکتا همه چیز باطل است و فناپذیر.
ای مردم، این را نشانه دعوت حق بشمارید و به خدایی رو کنید که بی همتاست و نامش پایدار. من پیمان نامه‌ای نمی‌بینم که با هم وفادار بماند. نشانه پیروزی آنهاست ابو سفیان. بیش از این تردید نکن، تیغت هنوز میبرد. تا وقتی ابو طالب حامی محمد است کاری نمیتوان کرد. محمد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.